سلام مجدد دوستان عزیز، بازم خوش آمدید به سریز از ویدیوهای مضمون و پروژکتتون در مدیول جی‌کوئری. در ویدیو قبلی ما ایونت متد ها رو تعریف کردیم، دیدیم که 4 نوع سورس های از ایونت متد ها موجود بودن که ما توسط از این میتونستیم حادثه ها رو ایجاد بکنیم و فایر بکنیم که ماوس بود، کیبورد بود، فارم بود و ویندو بود. می‌بینیم گفتم سینتکسش که چه قسم می‌تونیم ما از ایونت ها را کال کنیم یا ایونت ها را نوشته بکنیم. میتود هایی که حادثه را فایر میکنن نوشته بکنیم. گفتیم که سه قسمت داشت: سلکتور، میتود و بعد از فانکشن. سلکتور اونمو جایی که یا اون موقعی که به اصطلاح یا متغیر که شما میخواین بالای از او یک عمل کرد اجرا شود، در امو واقع بالای از او شود فایر شود، بعد از او واقعه را برشان یا حادثه را برشان چی میکنن تعریف میکنن که حادثه های مختلف است، کلیک کردن و کی پرس کردن و کی اپ و کی داون و غیره چیزا بودن. و بعد از او فانکشن اونمو عمل کرده که شما میخواین بالاش اجرا شود، اون را چی میکردیم؟ ما تعریف میکردیم. خب ببینید ما چه قسم، فرض کنیم میگیم که زمانی که بالای بتن که دارای آیدی بیتی این هستن که از ویدیوهای قبلی شما حتما میفهمین، زمانی که شود کلیک شود، کلیک یکی از ایونت ها یا حادثه های هستن که توسط کلیک کردن ماوس چی میشد؟ ایجاد میشد. ماوس او کلیکی که شما رایت کلیک برش میگیم، در امو کلیک زمانی که کلیک ماوس کلیک میکنین این حادثه چی میشد؟ فایر میشد. وقتی که فایر میشد بعد از ما برش عمل کرده دهی فانکشن برش چی میکنیم؟ برش تعریف میکنیم که چی کار باید شد. فرض کنیم میگیم که زمانی که برای از بتن کلیک شد الرت یک مسیج بر ما پاپ اپ میکنه، میگیم برش که ایونت هاز بین فایرد، ایونت فایر شده. ببین صفحه رفرش کنیم ما که چه قسم ایونت فایر میشد. ببین زمانی که بالای ماوس کلیک میکنیم، کلیک حتما توسط ماوس باشن، بالای بتن کلیک میکنیم حتما شما توسط ماوس بالای بتن کلیک میکنید. زمانی که کلیک میکنین میبینین، زمانی که شما کلیک میکنین در اینجا چه میگد؟ میگد که ایونت هاز بین فایرد، ایونت شده فایر شده. باز کلیک میکنیم باز هم چی میشد؟ فایر میشد. هر بار که شما کلیک میکنین ایونت چی میشد؟ فایر میشد. این رو فایر کردن ایونت میگن. عمل کردش چی است؟ عمل کرده از زمانی که حادثه با وقوع پیوسته یک مسیج برای ما دیسپلی میکند، الرت مسیج برای ما میدهد. فرض کنین شما میتونین عمل کردهای مختلف دیگر برش بتونین ببینین. یک عمل کرده که برای ما مسیج الرت بکند، اینا رو بتونین برشون. شما میتونین دیگه میگن که جایی که پاراگراف است، درست است؟ جایی که پاراگراف است میشه یک CSS برش بتونین میگن که بگراند کلرش هم میشد که چی باشد. فرض کنیم برش میگین که بلو باشد، بقسم بگراند کلر رو میخواین چی کنین؟ بلو کنین برش. خب صفحه رو بازم رفرش کنین. اولین حادثه، وقتی که حادثه فایر میشه اولین کاری که میکند مسیج برای ما نشان میداد. بعد از اینکه اوکی کردیم ببینین دومین کاری که کرد، او پاراگراف، اون پاراگرافی که موجود بود بگراند رو بلو گرفت، مکمل چی کردن؟ بلو گرفتن. این به قسم ما میتونیم که ایونت های مختلف چی کنیم؟ کال بکنیم. ها، و هر ایونت در هر موقع کال نمیشد، اونا ضرورت به سورسشان داره. سورسشان این هستن که فرض کنین ایونت کلیک بالای از کار نمیکنه که شما چی کنین؟ بتن پرس بکنین یا در کیبورد کدام آرو کیر کدام بتن دیگر چی کنین پرس بکنین. نه، ایونت کلیک زمان فایر میشد که شما در ماوس کلیک بکنین. پس این رو باید داشته باشن که هر سورس برای خود ایونت های مختلف چی دارد؟ مشخص دارد که اونمو سورس میتوند اونمو ایونت فایر بکند. ببینین اینجا باز برای زیادتر ایونت های دیگه هم هستن به خاطر ماوس که شما میتونین که اونوزا استفاده کنین. فرض کنین حالا فعلا ما تنها برای چی کردیم؟ برای یک کلیک کرده ایم، درست است؟ یک کلیک زمانی که به بی تی ان چی میشد؟ یک کلیک میشد. یا فرض کنین ایتو برش میگیم بیخی اینا رو وسو میکنیم، میگیم زمانی که برای خود از این پاراگراف، هر جایی که پاراگراف از سیز بالای از شود دبل کلیک شود، دی بی کلیک برش میتین. ای میتودی هستن که تعریف میکنن که دبل کلیک ببینید که دو بار باید کلیک را فشار بدید، درست است؟ وقتی که دبل کلیک میشد در اینجا باز چی کار باید شود؟ یک فانکشن برش تعریف میکنین. زمانی که فانکشن تعریف کردین بعد از اون شما برش مشخص میکنین خب اینا که دبل کلیک شود چی شود؟ شما میتونید که باز هم اگر خود پاراگراف هدف قرار دادید، شما میتونید که از کلمه کلیدی this استفاده بکنین، بعد از او برش بگین، فرض کنین برش میگین که هاید شود، درست است؟ زمانی که دبل کلیک میشد، زمانی که بالای هر جای پاراگراف دمی صفحه باشد، زمانی که بالایش دبل کلیک میشد
پس چی میشد؟ اون پاراگراف ها چی میشد؟ هاید میشد. ببینید سفر رفرش بکنین فعلا. هیچ گپی نیست. خب منتظر ایونت هستن که باید کال شاد. ببینید ما بالای خود پاراگراف دابل کلیک میکنم. دابل کلیک میکنم که نمیفهم چرا کار نمیکنن. this.hide باید هاید شود. خب وقتی که دابل کلیک میکنم اینجا ببخشید که یک db هستن به یک قسم db هستن که چون نام فانکشن اگه غلط باشه باز نمیشه باز کار نمیکنه. dbl کلیک یعنی دابل کلیک. خب صفحه رو بازم رفرش کنین ببینین وقتی که دابل کلیک میکنین چی میشد؟ پاراگراف هاید میشد. وقتی که دابل کلیک میکنین پاراگراف هاید میشد. میشه دیگه پاراگراف هم شما داشته باشین در اینجا. فرض کنین اون پاراگراف دو سه پاراگراف دیگه هم داشته باشین. فرض کنین اینو میگیم که پاراگراف 2 text is here, پاراگراف 3 text is also here. به این قسم شما میتونید که از این پاراگراف هم اینا رو ببین. اگر شما سفر رفرش کنیم برای یکی از این پاراگراف ها که شما دابل کلیک میکنین چی بشد؟ همه پاراگراف ها هاید میشد. ببین به این قسم برای هر یکیش که شما دابل کلیک میکنین چون دس برش گفته ایم درست است. اگر شما ایتو میگفتین که در اینجا هم برشون میگفتین که پاراگراف جایی که با پاراگراف کلیک میشد باز هر جایی که پاراگراف است رو چی شود؟ هاید شود. در این صورت اگر ایک سب شما طلب کنید ببینید که چی میشد. ببین اینجا باز تمام پاراگراف ها چی میشد؟ هاید میشد. اگر شما باز از کلمه کلیدی دس اینجا برش استفاده میکنین به این قسم باز برای هر پاراگرافی که دبل کلیک میشد برای هر پاراگرافی که دبل کلیک میشد در امو صورت در امو وقت اونمو پاراگراف ها هاید میکنید. ببین دبل کلیک یکیش هاید شد باز میتونین باز دیگر دبل کلیک کنیم اینم هاید میکنیم. میتونیم بالای دیگر دبل کلیک کنیم اینم هاید میتونیم. میخواستم اگر مشخص حرکتی رو میخواستین شما چیکارین کلیک کنین یا فرض مثال میخواین که پاراگراف اول و پاراگراف سوم رو چیکارین هاید بکنین زمانی که دبل کلیک میشه بالای دوست است. اینا ایونت چی میگن؟ دبل کلیک میگن. ما شما از ایونت های ماوس شروع کردیم که از طریق ماوس چی میشد؟ ایجاد میشد. ایونت دیگه که از به نام ماوس انتر هستن شما میتونید که از ایونت ماوس انتر هم بعض وقت استفاده کنید. این چی کار میکند؟ این زمانی که شما پوینتر ماوس رو میبرین و چی میکنین؟ اما سنتر ماوس رو چی میکنین؟ فشار میتین ماوس که انتر میکنین درست است؟ وقتی که ماوس انتر میکنین در اینجا زمانی که ماوس کلیک میکنین کلیک این میره انتر میگه تا پس که اعلانت دین در او صورت این واقعه چی میشد؟ برشان یعنی یک ایونت کال میشه در اینجا. فرض کنین شما باز هم همینجا از عوض خب در اینجا افکتش هم معلوم نمیشد میشه که ما ای را هاید نکنیم میگیم که CSS یک CSS بکگراند برش میتیم CSS به این قسم فرض کنین CSS فونت سایز برش میگیم فونت سایزش به فرض کنین به 30 پیکسل چیکو تغییر بده. خب زمانی که چی میشد؟ ماوس انتر میشد. ماوس انتر یک متد دیگه هستن به نام چی؟ ماوس انتر. یعنی زمانی که ماوس چی میشد؟ انتر. انتر به مطلب که این پوینتر اونجا میره و شما فقط فانکشن چی میکنیم؟ کلیک میکنین. ببینید شما زمانی که ماوس انتر میشد انتر به مطلب که فقط در اونجا ماوس میرود کارسر ماوس خود سنتر کارسر ماوس میرود. ببین برای دیگه شم ماوس زمان انتر برش میگیم که کارسر ماوس ما تغییر بکند. زمانی که کارسر ماوس تغییر بکند در صورت انتر میگیم. ببین اینا اینجا هم این ماوس انتر شده یعنی با آماده یک اکشن هستن. در اینجا که باز ما چون برای پاراگرافی رو تعریف کردیم زمانی که ماوس انتر میکنین ببینین انتر که میکنین بعدش وقتی که پس ماوس لیف میشد شما میتونید که بخشن نوشکن اگر پس زمان بالای هر پاراگرافی که دات چی شود؟ ماوس چی شود؟ لیف شود. پس یعنی مطلب که ماوس پس اوز رو ببرین ماوس اینجا چی شود؟ لیف شود. در این صورت باسم یک فانکشن اجرا کو یا یک عمل کرده اجرا کو در اینجا چی کار کو باز هم اینه میره یا ایتا بگیرین که this
هر یعنی بالای دس به این مطلب یعنی بالای هر پاراگرافی که اینا چه میکنن ماوس انتر میشد، وقتی پس که ماوس از او پاراگراف لیو میشد یا او پاراگراف چه میکنه ترک میکند، زمانی که او پاراگراف ترک میکند باز چیکار؟ پس سی اس اس بگی فونت سایز را به شکل دیفالتش بیار یا میشد که کمی تغییر برش بتیم، میشد اینا چیکنه 12 پیکسل بیار. پس بعد 12 پیکسل ماوس چیکنم فونت سایز زوری بیارین. ببین حالا که شما صفحه رفرش کنین وقتی ماوس انتر میکنین بس 30 پیکسل اومد، که پس لیو میکنین شد با 12 پیکسل اومد. تکنین بالا از اگر شما انتر میکنین یعنی ماوس بردین، در این صورت شما یعنی فونت پاراگراف چند میشد؟ 30 پیکسل میشد. ماوس که لیو میشد یا به اصطلاح اونمو جای اونمو صحرا پس ماوس چی میکند؟ ترک میکند. در او وقت هم شما یک حادثه را فایر میتونین که یکی از عملکردها شاید اجرا شد. ببینید این ماوس ما چی میکنه؟ لیف میکنم. پس ببینید به خصوص شما میتونین این فونت سایز فکر میکنم با دیفالتش 14 هستن، 12 برای ما بسیار خرد معلوم میشد. اونجا ببینید به خصوص حتی هم شاید هم 16 باشد، به خصوص شما میتونین برش تعریف بکنین. ببینید ماوس لیف، ماوس انتر، ماوس لیف و ماوس انتر دو ایونت های دیگر هستند یا حادثه های دیگر هستند. زمانی که ماوس بالای یک تکس یا یک جای یک الیمنت دیگر میبری یک حادثه فایر میشد، هر عمل کرده که شما برش تعریف کردین اونا چی میشد؟ اجرا میشد. و زمانی که پس ماوس لیف میکنی، لیف به مطلب که امازو قسمتی که خود ساحه امازو تکس یا امازو الیمنت از هر چیزی که است از اون ماوس میکشی ترک میکنه اونجا، بازم این هم یک حادثه هستن که شما میتونید در اونجا آپریشن های مختلف تعریف بکنید که کار بکند. ببین به قسمه یا ای تو برش گفته میتونین وقتی که ماوس لیف کردین چی کند؟ اینا را هاید بکند. بخی وقتی که ماوس لیف شد هایدش بکند میخسن. شما میتونید که اینا را هاید کنید. خب ماوس از ولی اینجا ببینید وقتی که ما پس لیف میکنیم اونها چی میکنن؟ کلش هاید میکنن. درست است؟ میخسن. شما میتونید که از ماوس انتر و ماوس لیف این هم از ایونت ها یا حادثه های هستن که از طریق ماوس چی میشد؟ شما میتونید که کال بکنید. خب دیگر حادثه یا به اصطلاح دیگر ایونتی که توسط ماوس ایجاد میشد او ماوس یک میتود دیگر است به نام ماوس داون. ماوس داون به این مطلب زمانی که شما ماوس یا چون ماوس سه قسمت داره، قسمت وسطی یا رایت کلیک یا لفت کلیک میکنین، فقط که چطور خود تکمه ماوس را فشار میدهید در اینی وقت چی میشد؟ ای ایونت کال میشد یا ای ایونت به اصطلاح چی میشد؟ فایر میشد. شما میتونید که او ایونت هم طور تعریف کنین، باز هم میگین که جایی که پاراگراف است به قسم دات نقطه برش میتونید بعد از این میتود کال میکنین نشته میکنین ماوس داون. درست است؟ ماوس داون وقتی که ماوس داون میشد باز چی کار باید اجرا شود؟ یک فانکشن برش تعریف میکنیم. در اینجا وقتی که ماوس داون شد میشد باز هم از دس استفاده بکنیم. دس هر پاراگرافی که بود چی کنین؟ سی اس اس برش میتیم، میگیم برش که پردنگ برش بتین و 20 پیکسل پردنگ برش بتین. بخصم زمانی که ماوس چی میشد؟ داون میشد. یعنی داون به این مطلب که خود کلیک زمانی کلیک میکنین فشار که میتین پس ایلا نمیتین، تا زمان ایلا شدن هم بازو چی میکنند؟ کار میکنند. نه خود اصلا فرشنیتی ماوس هم شما ببینین ماوس که اینجا باید داون کنین باش که ماوسی ماوس هم کار نمی کند اینجا، چون من ماوسی اینچی ندارم، این ماوس تچپته چیست منطقه کار میکند، از ما تجربت است، شاید چیزی مشکل باش داشته باشد. وقتی که ماوس داون میشد شما میتونید باش اینجا سم بالا نمیشه، میشه که برازی یک کار دیگه اینجا مشکل بود این دارم چیکنه. وقتی که ماوس داون میکنه ببین این ماوس که داون میشد پردنگ پیدا میکند، وقتی که ماوس این داون میکنیم پردنگ پیدا میکنه، وقتی که ماوس فشار میدهیم پردنگ پیدا میکند. به یک قسم ماوس ها چی میکنن؟ پردنگ پیدا میکنن باشن اون پاراگراف ها. وقتی ماوس داون میشد هر چی که باشد، هر بتن ماوس که باشد رایت لفت یا میدل، فقط ماوس داون به این مطلب که فشار میدی ماوس را. وقتی ماوس فشار میدی به یک قسم
شما اینجا میتونید که برش اکشن های مختلف اجرا کنید. فرض کنید اینجا برش میگین که alert، برش میگین که mouse down over، فرض کنید paragraphs، درست است؟ mouse down شده بالای paragraph. به قسم شما میتونید که mouse down کنید، اول ببینید یک operation alert بر ما اجرا میشد، بعد از او operation دوم که هستن padding بر اجرا میتونید. هر دفعه که ماوس اینجا داون میکنن این کار میکنند، هر دفعه که ماوس داون میکنن کار میکنند، این عمل کرد اجرا میشد. خب این بود ایونت هایی که ما توسط ماوس چی میکنیم؟ فایر میکنیم. و ایونت های دیگه هستن که ما توسط کیبورد میکنیم. انشاءالله در ویدیو بعدی اونها را ما شما دیسکس میکنیم. موفق و کامگار باشین.